به نام خدا، بنده امید زندی هستم. با یکی دیگر از آموزش‌های فرادرس در خدمت شما هستیم. در این آموزش به حل تمرین درس کنترل صنعتی می‌پردازیم. درس کنترل صنعتی که به اون گاهی کنترل فرایند هم گفته می‌شود، جزء دروس مهم رشته مهندسی کنترل هست و در اون به مدل‌سازی، آنالیز و کنترل فرایندهای صنعتی پرداخته می‌شود. به همین دلیل ما هم در این آموزش در ابتدا به مدل سازی و شناسایی فرآیندهای صنعتی می‌پردازیم و فرآیندهای مختلف مثل الکتریکی، مکانیکی و هیدرولیکی رو در نظر می‌گیریم و اصول مدل سازی و شناسایی سیستم رو بیان خواهیم کرد. سپس به خطی سازی سیستم‌های غیر خطی می‌پردازیم، چون در واقع خیلی از سیستم‌های صنعتی غیر خطی هستند. در نتیجه ما باید با استفاده از تکنیک‌های خطی سازی اونها رو خطی بکنیم تا بتونیم کنترل کننده‌های خطی رو برای اونها طراحی بکنیم. در نهایت به آنالیز فرآیندها می‌پردازیم و روش‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس رو برای آنالیز فرآیندها رو بیان خواهیم کرد. در فصل چهارم که مهمترین فصل این آموزش هست، به کنترل فرآیندهای سیسو می‌پردازیم، یعنی فرآیندهای تک ورودی و تک خروجی، و در نهایت در فصل آخر به کنترل فرآیندهای مایمو یا چند ورودی چند خروجی می‌پردازیم. و این فصل هم در واقع فصل کوتاه هست و با یکی از رایج‌ترین الگوریتم‌های طراحی کنترل کننده برای فرآیندهای مایمو، یعنی جفت‌سازی ورودی و خروجی، در این فصل آشنا خواهیم شد. پس در فصل اول ما به مدل سازی و شناسایی فرآیندهای صنعتی خواهیم پرداخت. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز این آموزش، همزمان با این که ما تمرین‌ها را به صورت تئوری حل خواهیم کرد، میایم شبیه سازی اونها رو در سیمیولینک و یا نرم‌افزار مطلب هم انجام خواهیم داد تا بتونیم در واقع درک بهتری رو از آنالیز سیستم، شناسایی سیستم و همینطور کنترل اون داشته باشیم. خب در فصل اول به مدل سازی سیستم های الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی، حرارتی میپردازیم و در نهایت در بخش آخر هم به مدل سازی جعبه سیاه و تجربی میپردازیم. در واقع در چهار بخش اول ما با استفاده از قوانین فیزیکی حاکم بر سیستم میایم مدل سازی رو انجام میدهیم، اما در بخش آخر میایم با استفاده از اندازه‌گیری های تجربی که از سیستم انجام می شود، خودمون یک مدل مشخص رو به سیستم فیت می کنیم. یعنی در واقع مثل فیت کردن یک خط بر مجموعی از داده ها هست که در اینجا ما میایم یک مدل مشخص رو به داده های تجربی فیت می کنیم. برای مثال، مثلا در سیستم های الکتریکی همونطور که می دونید از قوانین KVL و KCL برای تحلیل مدار استفاده می کنند، و یا در سیستم های مکانیکی از قوانین نیوتن در حالت حرکت انتقالی و حرکت چرخشی استفاده می شود، و همینطور در سیستم های هیدرولیکی و حرارتی هم از قوانین پایستگی ماده و انرژی می تونیم برای مدل سازی استفاده بکنیم. خب پس در ابتدا به مدل سازی سیستم های الکتریکی می پردازیم که اونها رو در قالب چند تمرین ارائه خواهیم کرد. در تمرین اول می‌خواهیم برای این سیستم یک مدل سازی ریاضی رو از V به VO به دست بیاریم. در واقع ما هدفمون از مدل سازی ریاضی اینه که بتونیم یک معادله دیفرانسیل و یا یک تاب تبدیل رو از ورودی V به VO به دست بیاریم، که در اینجا چون سیستم خطی هست از تاب تبدیل استفاده می‌شود، اما می‌تونیم از مدل سازی فضای حالت و غیره هم استفاده بکنیم. بنابراین لازمه که ما بیاییم یک تاب تبدیل TS رو به دست بیاریم که این TS برابر هست با نسبت VOS به VS. در واقع به این TS مدل سازی ریاضی این سیستم هم گفته می شود، و ما در فصلهای بعد بر اساس این TS میایم این سیستم رو آنالیز می کنیم. مثلا اون رو بررسی می کنیم که پاسخ پله سیستم نوسانی هست یا به صورت میرای شدید هست، و یا برای اون کنترل کننده طراحی می کنیم، یعنی V رو به نحوی تعیین میکنیم که VO یک در واقع پروفایل مشخص رو ردیابی بکند. برابر این قدم اول در کنترل همه فرآیندهای صنعتی بحث مدل سازی هست، که همونطور که توضیح دادیم برخی از مدل سازی ها از قوانین فیزیکی حاکم بر سیستم استفاده میکنند و برخی از مدل سازی ها هم از روش های تجربی و اندازه‌گیری تجربی استفاده میکنند. خب پس ما به یک مدل نیاز داریم که بر حسب S هست. رایج‌ترین در واقع مدل سازی اینه که بر حسب فرکانس یا S مدل سازی رو انجام بدهیم. بنابراین در سیستم های الکتریکی ما باید المان مقاومت، خازن و سلف رو به صورت حوزه فرکانس بیان بکنیم،
که همونطور که میدونید مقاومت در حوزه فرکانس به صورت یک امپدانس آر مدل سازی میشه، خازن به صورت یک امپدانس یک تقسیم بر سی ضرب در اس مدل سازی میشه که سی ظرفیت خازن هست، و اندوکتانس هم به صورت یک امپدانس به اندازه ال ضرب در اس مدل سازی میشود که ال اندوکتانس سلف هست. بنابراین مثلا در اینجا امپدانس خازن یک تقسیم بر دو اس هست، این یعنی که ظرفیت این خازن برابر با دو فارد هست، و یا امپدانس این سلف اس هست که این یعنی که اندوکتانس برابر با یک هنری هست. حال برای آنالیز مدارات الکتریکی همونطور که میدونید دو راه وجود دارد، آنالیز گره و آنالیز مش، که در ابتدا به آنالیز گره میپردازیم. در آنالیز گره میومدیم ابتدا گره های مدار رو شناسایی می کردیم. خب در اینجا یک گره وجود داره، در اینجا یک گره، اینجا هم یک گره، اینجا هم یک گره. خب اینجا رو هم میتونیم یک گره در نظر بگیریم، اما میتونیم ترکیب سری این دوتا امپدانس رو به عنوان یک امپدانس معادل در نظر بگیریم که برابر با S به علاوه 4 می شود. بنابراین برای اینکه تعداد گره ها بیشتر نشه میتونیم امپدانس هایی که با هم سری و یا موازی هستند رو معادل سازی بکنیم. خب حال بعد از اینکه گره ها رو شناسایی کردیم میایم یک گره مرجع در نظر میگیریم. مثلا اینجا رو گره مرجع در نظر میگیریم و اون رو به زمین و یا پتانسیل 0 ولت به عنوان مرجع متصل میکنیم. خب حال وقتی که گره مرجع رو مشخص کردیم ممکنه که پتانسیل برخی از گره های دیگر مشخص باشن. مثلا در اینجا واضحه که پتانسیل این نقطه برابر با VS میشود، پس پتانسیل این نقطه مشخص هست و تنها دو نقطه میماند که پتانسیل اونها یا ولتاژ اونها نامشخص هست، این نقطه که اون رو با V1 و این نقطه که در واقع واضحه که به همون VO هست. پس باید ولتاژ های V1 و VO رو به دست بیاریم. خب در آنالیز گره از KCL در گره ها استفاده می کنیم، یعنی در گره هایی که ولتاژ اونها نامشخص هست از KCL استفاده می کنیم. جهت یادآوری اگر ما یک امپدانس ZS به این صورت داشته باشیم و ولتاژ دو سر اون V باشه، در این صورت جریان اون یعنی جریان I برابر میشه با V تقسیم بر ZS، و دقت بکنید که I از پولاریته مثبت وارد میشه و از منفی خارج میشود، اما اگر حالت معکوس وجود داشته باشه باید I رو قرینه بکنیم. خب بنابراین بیایم در VO KCL بنویسیم. قانون KCL بیان میکنه که مجموع جریان های خارج شونده و یا وارد شونده به یک گره برابر با صفر است. یعنی اگر جریان های خارج شونده رو در نظر بگیریم مجموع این جریان و این جریان باید برابر با صفر بشه. خب این جریان به سمت پایین همون جریان مقاومت 2 اوم هست که اگر از این نقطه که گفتیم استفاده بکنیم برابر میشه با VO تقسیم بر 2، چون ولتاژ دو سر مقاومت VO هست، امپدانس هم 2 هست، پس VO تقسیم بر 2 جریانمون میشه. خب این جریان هم در واقع برابر هست با جریان این خازن که ولتاژ دو سر خازن رو به دست بیاریم، به این صورت واضحه که میشه VO منهای V1 و امپدانس هم 1 تقسیم بر 2S هست. بنابراین اختلاف ولتاژ تقسیم بر امپدانس بشه برابر میشه با 2S ضرب در VO منهای V1 برابر با 0. خب این KCL اول هست. حال میایم در V1 هم KCL می نویسیم. مجموع این جریان و این جریان باید برابر با صفر بشه. خب این جریان که به سمت راست هست برابر میشه با 2S ضرب در V1 منهای VO. یعنی در واقع قرینه این جریانی هست که در اینجا محاسبه کردیم. قرینه این عبارت هم 2S ضرب در V1 منهای VO می شود. خب این جریان به سمت پایین برابر میشه با اختلاف ولتاژ دو سر امپدانس Z1 تقسیم بر Z1 که اختلاف ولتاژ دقیقا همون V1 هست، بنابراین به علاوه V1 تقسیم بر S به علاوه 4. خب در نهایت این جریان رو هم به دست میاریم. ولتاژ دو سر این مقاومت 1 اوم برابر میشه با V1 منهای VS که به اختصار با همون V میتونیم رو نمایش بدهیم. مقاومت هم 1 اوم هست، بنابراین جریان برابر میشه با همون V1 منهای V برابر با سه. خب حال در اینجا ما یک دو معادله دو مشهول داریم، اون رو حل میکنیم تا VO رو به دست بیاوریم. خب میایم این دو معادله دو مشهول رو ابتدا به فرم ماتریسی مینویسیم.
مجهولات VO و V1 است. در معادله اول ضریب VO برابر میشه با 2S و علاوه 1/2 یا نیم و ضریب V1 هم برابر با منهای 2S هست و ضریب V هم برابر با 0 هست. در معادله دوم ضریب VO منهای 2S هست و ضریب V1 هم برابر میشه با 2S و علاوه 1 تقسیم بر S و علاوه 4 و علاوه 1 و این منهای V هم به طرف راست منتقل بشه برابر با مثبت V خواهد شد. خب حال در اینجا ما به دنبال VO هستیم. از دستور کرامر میتونیم استفاده بکنیم. به این صورت که VO برابر میشه با نسبت دترمینان دو تا ماتریس که در مخرج دترمینان این ماتریس A قرار میگیرد. این رو با A نشون بدهیم و این رو با B. در مخرج دترمینان A قرار میگیرد. یعنی دترمینان 2S و علاوه نیم منهای 2S منهای 2S و 2S و علاوه 1 و علاوه 1 تقسیم بر S و علاوه 4. و در صورت به جای ستون متناظر با VO که ستون اول هست از B استفاده میکنیم. پس ستون اول میشه 0 و V و ستون دوم مثل مخرج هست. منهای 2S و 2S و علاوه 1 و علاوه 1 تقسیم بر S و علاوه 4. خب واضحه که دترمینان صورت میشه 2S ضرب داره V و دترمینان مخرج هم برابر میشه با 2S و علاوه نیم ضرب داره 2S و علاوه 1 و علاوه 1 تقسیم بر S و علاوه 4 منهای 4S به تان 2. در نتیجه VOS به VS که همون تابع تبدیل TS یا تابع تبدیل سیستم هست برابر میشه با 2S تقسیم بر این دو تا پرانتز رو در هم ضرب میکنیم برابر میشه با 4S به تان 2 به علاوه 2S به علاوه 2S تقسیم بر S به علاوه 4 به علاوه S به علاوه نیم. نیم رو ضرب بکنیم قسمت اول S به علاوه نیم میشه و علاوه نیم تقسیم بر S و علاوه 4 منهای 4S به تان 2. خب 4S به تان 2 رو میتونیم از اینجا حذف بکنیم. در نتیجه TS برابر میشه با 2S تقسیم بر 3S. 2S با این S جمع بشه 3S میشه. 3S به علاوه نیم به علاوه 2S به علاوه نیم تقسیم بر S به علاوه 4. این دو تا کسر رو هم با هم جمع کردم. خب حالا صورت مخرج رو در S به علاوه 4 ضرب میکنیم. 2S ضرب داره S به علاوه 4 تقسیم بر 3S به علاوه نیم ضرب داره S به علاوه 4 به علاوه 2S به علاوه نیم. در نتیجه TS برابر میشه با 2S ضرب داره S به علاوه 4 تقسیم بر این دو تا پرانتز رو هم ضرب میکنیم برابر میشه با 3S به تان 2 به علاوه 12 ممیز نیم S به علاوه 2 به علاوه 2S به علاوه نیم. 2S ضرب داره S به علاوه 4 تقسیم بر 3S به تان 2 به علاوه 14 ممیز نیم S به علاوه 2 ممیز نیم. که صورت و مخرج رو در 2 ضرب بکنیم TS برابر میشه با 4S ضرب داره S به علاوه 4 تقسیم بر 6S به تان 2 به علاوه 29S به علاوه 5. خب این میشه مدل سازی ریاضی این سیستم و از این به بعد لازم نیست که با خود این سیستم سر و کار داشته باشیم. با نماینده سیستم که به این صورت هست ما کار میکنیم و اون رو آنالیز میکنیم و برای اون کنترل کننده طراحی میکنیم. اما روش بعدی برای آنالیز سیستم های الکتریکی آنالیز مش و یا آنالیز حلقه هست که در ادامه تمرین رو با آنالیز مش حل میکنیم. خب در آنالیز مش ما میایم مش ها رو مشخص میکنیم. مش در واقع حلقه یا مسیر بسته ای هست که مسیر بسته دیگه ای در داخل اون وجود نداشته باشد. مثلا این حلقه رو در نظر بگیریم مش نیست. چرا؟ چون در واقع یک حلقه دیگه به این صورت در داخل اون وجود دارد. ولی مثلا این حلقه رو در نظر بگیریم حلقه دیگه در داخل اون وجود ندارد. بنابراین این مش هست. و یا این حلقه رو در نظر بگیریم حلقه دیگه در داخلش نیست. پس باز همون هم مش هست. اما این حلقه بیرونی مش نیست. بنابراین دلیل مدار
فقط دو تا مش داریم. خب قبلا ما گره ها رو مشخص میکردیم، اما در اینجا مش ها رو مشخص میکنی و سپس جریان مش ها رو نمادگذاری میکنی. مثلا در اینجا جریان مش اول رو با آی او نشون میدهیم و جریان مش دوم رو با آی دو نشون میدهیم. خب طبیعتا اگر آی دو رو به دست بیاریم، وی او برابر میشه با دو ضرب در آی دو. پس فقط کافیه که آی دو رو به دست بیاریم و اون رو دو برابر بکنیم تا وی او هم به دست بیاید. حال در آنالیز مش ما از KVL استفاده می کنیم، از قانون ولتاژ KVL استفاده می کنیم که بیان می کنه که مجموع اختلاف ولتاژ ها در مسیر بسته برابر با صفر هست. خب مثلا بیاییم برای مش یک KVL رو بنویسیم. از این نقطه شروع به حرکت می کنیم و به صورت ساعتگرد حرکت می کنیم و به همین نقطه برمی گردیم. خب هر بار از پولاریته مثبت رد شدیم از علامت مثبت، و اگر از پولاریته منفی رد شدیم از منفی استفاده می کنیم، و هر جا هم که از یک المان عبور کردیم اگر در جهت جریان عبور کردیم از علامت مثبت، و اگر در خلاف جهت جریان عبور کردیم از علامت منفی استفاده می کنیم. خب پس در واقع جریان وی اس و یک او همون آی او میشه، و جریان خازن یک تقسیم بر دو اس و مقامات دوم هم آی دو میشه، اما جریان سلف اس و مقامات چهارم مشخص نیست که اون رو با آی یک نشون میدهیم. اما اگر بیایم در این نقطه یک KCL بنویسیم، واضحه که آی او برابر میشه با آی یک و علاوه آی دو. در نتیجه آی یک معادل هست با آی او منهای آی دو. پس این جریان هم بر حسب جریان مش ها تعیین شد. حال KVL رو می‌نویسیم. خب از این نقطه به بالا حرکت بکنیم، ابتدا از VS عبور می‌کنیم و از پولاریته منفی وارد می‌شویم. پس می‌نویسیم منهای VS. خب از روی مقاومت 1O در جهت جریان عبور می‌کنیم. پس ولتاژ میشه 1 ضرب در IO. سپس از روی امپدانس زد 1 که قبلا تعریف کردیم، زد 1 برابر هست با S به علاوه 4 عبور می‌کنیم و در جهت جریان IO1. پس به علاوه S و علاوه 4 ضرب داره آیه 1، آیه 1 هم برابر هست با آیه O منهای آیه 2. خب مجموع این ولتاژ ها صفر می شود. حال در مش دوم KVL می نیسیم. از این نقطه می تونیم به صورت ساعتگرد حرکت بکنیم و به همین نقطه برگردیم. ابتدا از روی خازن 1 تقسیم بر 2S و مقامت 2 عبور می کنیم که با هم سری هستند. پس در واقع ولتاژ اونها میشه 2 به علاوه 1 تقسیم بر 2S ضرب داره آی دو. سپس میرسیم به این نقطه که در این نقطه برای اینکه به نقطه اولیه برگردیم باید در خلاف جهت آی یک عبور بکنیم. پس مینویسیم منهای اس به علاوه 4 ضرب داره آی او منهای آی دو برابر با صفر. خب حالا میایم این معادلات رو به صورت ماتریسی مرتب میکنیم. مجهولات آی دو و آی او هست. در معادله اول ضریب آی دو برابر با منهای اس به علاوه 4 می شود، یا بهتره که مجهولات رو بر حسب شماره مش ها بنویسیم. مش یک جریان اون آی او هست، پس مجهول اول آی او هست، و مش دوم جریان اون آی دو هست، پس مجهول دوم آی دو میشه. خب در معادله اول ضریب آی او برابر میشه با یک به علاوه اس به علاوه 4 که میشه اس به علاوه 5. ضریب آی دو منهای اس به علاوه 4 میشه، و این منهای وی اس هم به سمت دیگه منتقل بشه مثبت وی اس به دست می آید. در معادله دوم هم ضریب آی او برابر میشه با منهای اس به علاوه 4، و ضریب آی دو هم برابر میشه با 2 به علاوه 1 تقسیم بر 2 اس منهای اس به علاوه 4 ضرب در این منها، که در واقع برابر میشه با اس به علاوه 6 به علاوه 1 تقسیم بر 2 اس. در این معادله وی اس هم نداریم، پس اینجا میشه 3. خب حال باید آی 2 رو به دست بیاوریم. از دستور کرامر استفاده میکنیم. آی 2 برابر میشه با ماتریس A جدید S به علاوه 5 منهای S به علاوه 4 منهای S به علاوه 4 و S به علاوه 6 به علاوه 1 تقسیم بر 2S هست، و چون آی 2 متغیر دوم هست به جای ستون دوم از وی اس و صفر استفاده می کنیم و ستون اول همانند مخرج هست. خب دترمینان مخرج واضحه که برابر میشه با اس به علاوه 4 ضرب در وی اس، و دترمینان مخرج هم
محاسبه بکنیم، برابر میشه با این عبارت ضرب در این عبارت منهای این عبارت ضرب در این عبارت، که در واقع به صورت ساده شده بنویسیم برابر میشه با اس به توان 2 به علاوه 6 اس به علاوه 1 دوم به علاوه 5 اس به علاوه 3 به علاوه 5 تقسیم بر 2 اس منهای اس به توان 2 منهای 8 اس منهای 16. صورت میشه اس به علاوه 4 ضرب در وی اس، مخرج رو هم ساده می کنیم. این اس به توان 2 با این منهای اس به توان 2 حذف میشه. 6 اس به علاوه 5 اس 11 اس میشه، منهای 8 اس برابر با 3 اس میشه. خب اینجا 3 رو داریم، 3 منهای 16 برابر با 14 میشه، 1 دوم هم اینجا میشه، اینجا داریم پس میشه 14 ممیز نیم و همینطور 5 تقسیم بر 2 اس رو هم داریم. خب در نتیجه آی 2 برابر میشه با صورت و مخرج رو در 2S ضرب میکنیم. آی 2 میشه 2S ضرب در S به علاوه 4 تقسیم بر 6S به توان 2 به علاوه 29S به علاوه 5 ضرب در V S. خب در نتیجه V O به V S یعنی تابع تبدیل برابر میشه با، کافیه که این قسمت رو در 2 ضرب بکنیم که میشه 4S ضرب در S به علاوه 4 تقسیم بر 6S به توان 2 به علاوه 29S به علاوه 5، که دقیقا معادل این تابع تبدیلی هست که در اینجا به دست آوردیم. پس آنالیز مش و گره به یک نتیجه ختم می شوند که اصولا باید همینطوری هم باشند. حالا اگر مدار داره چندین گره و چندین مش باشد، در این صورت معادلات خیلی زیاد میشه و زمان زیادی رو از ما خواهد برد تا معادلات رو ساده بکنیم و تابع تبدیل رو به دست بیاوریم. اما در ادامه میتونیم یک روش سریع رو بیان بکنیم که به صورت مستقیم بدون اینکه معادلات تکین KVL و KCL رو بنویسیم میتونیم تابع تبدیل رو به دست بیاوریم. قبلش ادمیتانس رو تعریف میکنیم. فرض کنید که یک امپدانس Z داشته باشیم، معکوس اون رو با Y نشون میدهیم. به Z امپدانس میگوییم اما به Y ادمیتانس گفته می شود. Y دقیقا معکوس Z هست. در واقع Z حالت کلی هست که می تواند امپدانس، مقاومت، سلف، خازن و یا ترکیبشون باشه. و اگر مثلا مقاومت رو در نظر بگیریم، امپدانس برابر با R هست، اما معکوس مقاومت یعنی یک تقسیم بر R رو که با Y نشون می دهیم با رسانایی اون رو می شناسیم. در واقع هر چه رسانه‌ای بیشتر باشه این یعنی که جریان بیشتر میتواند از اون المان عبور بکند. به رسانه‌ای در واقع کنداکتنس هم گفته میشود. خب حال آنالیز گره سریع رو میتونیم معرفی بکنیم که از این روش ما میتونیم معادلات گره ها رو به صورت سریع و بدون نوشتن معادلات KCL برای تمام گره ها به دست بیاوریم. معادلات گره در نهایت به این فرم ماتریسی میتونیم اونها رو بنویسیم. دقت بکنید که در آنالیز گره ما ولتاژ گره ها رو پیدا میکنیم که در اینجا ولتاژ گره ها با V1 تا VN نشون داده شده است. و دقت بکنید که در واقع گره های مرجع در اینجا در نظر گرفته نشده است. V1 تا VN در واقع N تا گره هستند که ولتاژ گره ها رو مشخص میکنند. همچنین I1 و IN منابع جریان مستقلی هستند که به گره های 1 تا N وارد می شوند و G11, G12 تا GNN در واقع المان های ماتریس A هستند که از جنس ادمیتانس و یا کنداکتنس و یا رسانه‌ای هستند. خب چجوری این المان ها تعیین می شوند؟ بدین صورت که المان های قطری یعنی GKK برابر هست با مجموع کنداکتنس های متصل به گره کیوم. گال به جای کنداکتنس میتونیم از ادمیتانس هم استفاده بکنیم. در واقع این فرمول برای زمانی که مدار مقاومتی هست نوشته شده است، اما حالت کلی هم خواهد بود. پس GKK برابر هست با مجموع ادمیتانس های متصل به گره K. مثلا یک گره ممکنه که به این صورت باشه. در این صورت GKK برابر میشه با ادمیتانس مقاومت 1 تقسیم بر R میشه، ادمیتانس سلف 1 تقسیم بر LS هست و ادمیتانس خازن هم CS هست.
خب پس المان های قطر اصلی برابر هستند با مجموع ادمیتانس های متصل به گره کیون که ولتاژ اون رو با وی کی نشون می دهیم. اما المان های غیر قطری یعنی جی کی جی یا جی جی کی که دقت بکنید که این ماتریس متقارن هم هست، یعنی مثلا میتونیم نسبت به قطر اصلی این ماتریس رو تا بکنیم و المان های مشابه دقیقا بر روی هم قرار می گیرند. و یا به صورت ریاضی جی کی جی برابر با جی جی کی هست. خب این المان ها برابر هستند با منفی مجموع ادمیتانس ها یا کنداکتنس های مشترک بین گره های کی و جی. مثلا اگر گره جی رو این نقطه در نظر بگیریم، در این صورت سلف بین کی و جی مشترک هست، بنابراین جی کی جی برابر میشه با منهای ادمیتانس این سلف که میشه منهای یک تقسیم بر ال اس. خب پس خیلی سریع ما میتونیم با توجه به ادمیتانس ها ماتریس A رو به دست بیاریم. خب V1 تا VN مجهولات هستند، اما I1 تا IN چی هستند؟ I1 تا IN منابع مستقل هستند. دقت بکنید که ایندیپندنت یا منابع مستقلی هستند که وارد گره ها میشوند، که اگر این جریان مستقل وارد گره بشه از علامت مثبت و اگر خارج بشه از علامت منفی استفاده میکنیم. مثلا برای گره VK ممکنه که یک منبع جریان به این صورت وارد بشه IK، در این صورت از علامت مثبت و اگر خارج بشه از علامت منفی استفاده میکنیم. و اگر در یک گره هم مثلا در گره J منبع مستقلی وجود نداشت، در این صورت IJ برابر با صفر به دست میآید. در اینجا این بردار در واقع بردار منابع جریان هست، اما ممکنه که در مدار منبع ولتاژ وجود داشته باشد. خب اگر منبع ولتاژ وجود داشته باشد، باید اون رو به نفعی تبدیل به منبع جریان بکنیم تا بتونیم از این قاعده استفاده بکنیم. به چه صورت؟ نشون داده میشه که یک منبع ولتاژ V اگر سری باشه با امپدانس Z، که این امپدانس رو در حالت کلی تعریف میکنم که میتونه سلف، خازن و مقاومت باشه، اگر V سری باشه با Z، این رو دقیقا معادل یک منبع جریان I به صورت موازی با امپدانس Z میتونیم در نظر بگیریم. در نتیجه با این روش میتونیم منبع ولتاژ رو تبدیل به منبع جریان بکنیم که امپدانس ها در دو مدار یکی هستند، اما جریان I برابر هست با ولتاژ تقسیم بر امپدانس. و در واقع این دو تا مدار حالت رفت و برگشتی هم دارن، یعنی مثلا اگر مداری شامل منبع جریان بود میتونیم اون رو تبدیل به منبع ولتاژ بکنیم. منبع جریان موازی با امپدانس Z معادل یک منبع ولتاژ V سری با امپدانس Z هست که V باز هم از این رابطه به دست میآید. طرف این وسط این بکنیم، V برابر میشه با Z ضرب در I. پس در تبدیل منبع ولتاژ به جریان، ولتاژ رو تقسیم بر Z میکنیم، اما در تبدیل منبع جریان به ولتاژ، جریان رو در Z ضرب میکنیم. خب بنابراین مثلا ما در اینجا یک VS به صورت سری با مقاومت 1 اوم رو داریم که اون رو میتونیم تبدیل به منبع جریان موازی با مقاومت 1 اوم بکنیم، یعنی مدار رو میتونیم از اینجا قطع بکنیم و معادل اون رو قرار بدهیم که معادلش یک مقاومت 1 اوم میشه به موازات یک منبع جریان I که منبع جریان برابر هست با V تقسیم بر Z. Z در اینجا 1 اوم هست، بنابراین V تقسیم بر 1 برابر با خود V به دست میآید، پس جریان برابر با همون V هست. خب بنابراین مدار رو از اینجا میتونیم قطع بکنیم و منبع جریان رو جایگزین بکنیم. خب حالا میتونیم روش آنالیز سریع گره رو پیاده سازی بکنیم. این گره رو به عنوان زمین در نظر میگیریم، در نتیجه یک گره در اینجا داریم که اون رو با V1 نشون میدهیم و این گره هم در اینجا داریم که ولتاژ اون رو با VO نشون میدهیم. خب ادمیتانس این مقاومت 2 اوم 1/2 میشه، ادمیتانس این خازن هم 2S میشه و S و 4 اوم رو با هم سری کردیم که معادلشون S به علاوه 4 شد، بنابراین ادمیتانس معادل هم معکوس اون میشه، یعنی 1 تقسیم بر S به علاوه 4. حال معادلات گره سری رو می‌نویسیم. متغیر اول رو VO و متغیر دوم رو V1 تعریف می‌کنیم. به گره VO منبع جریان مستقلی وارد نمیشه، پس اینجا برابر با 0 میشه و به گره V1 منبع جریان V وارد میشه، پس اون رو باید با علامت مثبت بنویسیم. اما المان های ماتریس A رو تکمیل میکنیم. المان 1-1 مجموع ادمیتانس های متصل به گره VO هست که در گره VO به سمت پایین ادمیتانس 1/2 رو داریم
و به سمت چپ هم ادمیتانس 2S. بین دوتا گره ادمیتانس 2S مشترک است. پس اینجا میشه منهای 2S و اینجا هم دقیقا میشه منهای 2S. حال در گره V1 ادمیتانس ها رو جمع میکنیم. به سمت بالا ادمیتانس 2S هست. از این طرف ادمیتانس 1 تقسیم بر S علاوه 4 هست و از این طرف هم ادمیتانس برابر با 1 هست. بنابراین خیلی سریع ما تونستیم معادلات گره رو بنویسیم و از دستور کرامر میتونیم وی او رو به دست بیاوریم. خب این معادله رو بیایم با معادله ای که قبلا به دست آوردیم مقایسه بکنیم، میبینیم که دقیقا معادله هم هستن. یعنی ماتریس A رو مقایسه بکنیم دقیقا معادله هم هستن. تنها تفاوتی که پیش اومده اینه که جای وی او و وی یک رو عوض کردیم، بنابراین کافیه که سطر اول و دوم رو جابجا بکنیم، ولی ماهیت معادلات دقیقا یکسان هست. به عنوان یک تمرین دیگه برای آنالیز گره سری میایم معادلات ولتاژ گره ها رو برای این مدار به روش سری می‌نویسیم. خب ابتدا باید نگاه بکنیم که منبع ولتاژ وجود دارد یا نه. اگر منبع ولتاژ وجود داشت باید با تکنیک گفته شده اون رو تبدیل به منبع جریان بکنیم. خب در اینجا منبع 12 ولت سری با مقاومت 8 اوم رو داریم، بنابراین از اینجا مدار رو قطع می‌کنیم و معادل اون رو می‌نویسیم که معادلش برابر میشه با یک مقاومت 8 اوم که موازی با یک منبع جریان هست که منبع جریان برابر میشه با ولتاژ تقسیم بر مقاومت، یعنی 12 تقسیم بر 8 که برابر با 1.5 به دست میآید. خب این گره هم به عنوان زمین در نظر گرفته شده و ولتاژ گره ها رو با V1، V2 و V3 نشون داده ایم. بنابراین چون 3 تا گره داریم ماتریس A 3 در 3 هست. مجهولات V1، V2 و V3 هست. به گره V1 نگاه بکنیم، گره V1 کل این قسمت میشه که جریان 5 آمپر وارد میشه اما 3 آمپر خارج میشه، بنابراین در اینجا باید بنویسیم 5 منهای 3. به گره 2 نگاه بکنیم، منبع مستقلی وارد نمیشود پس این المان 0 میشه و به گره V3 هم کل این گره V3 هست، از بالا 3 آمپر وارد میشه و از پایین 1.5 آمپر وارد میشه، بنابراین مجموعشون به این صورت باید نوشته بشه، هر دوتا مثبت هستن چون هر دوتا وارد می شوند. خب حال المان 1.1 رو محاسبه می کنیم، برابر هست با مجموع ادمیتانس های متصل به گره 1 که به سمت پایین ادمیتانس 1/4 هست، به این سمت 1/8 هست و از این سمت هم 1/2 هست. خب حال بین 1 و 2 1/8 مشترک است، پس اینجا میشه منهای 1/8 و بین 1 و 3 این 2 اوم مشترک است که ادمیتانس میشه منهای 1/2. خب چون ماتریس متقارن هست اینجا همیشه منهای 1/8 و اینجا همیشه منهای 1/2. حال المان 2 2، مجموع ادمیتانس ها متصل به گره 2 که از این طرف 1/4 هست، به سمت پایین 1/2 و به سمت چپ 1/8 هست، بین 2 و 3 4 مشترک هست پس اینجا میشه منهای 1/4، اینجا هم میشه منهای 1/4 و المان 3 3 هم برابر میشه با مجموع ادمیتانس های متصل به گره V3 که به سمت بالا 1/2 هست، به این سمت 1/4 هست و از این طرف هم 1/8 هست. بنابراین خیلی سریع معادلات رو نوشتیم. حالا این معادلات رو میتونیم حل بکنیم و V1 تا V3 رو به دست بیاوریم. اما برای آنالیز مش هم میتونیم به روش سریع معادلات مش رو بنویسیم بدون اینکه نیاز باشد که KVL رو برای تک تک مش ها بنویسیم. باز هم معادلات مش به این فرم ماتریسی نوشته می شود که آرها در واقع از جنس امپدانس هستند، I1 تا IN جریان مش ها هستند. این قسمت در واقع جریان مش ها هست، مثلا I2 جریان مش 2 هست، IN جریان مش N هست و VN هم منابع مستقل هستند. منابع مستقلی هستند که در مش ها وجود دارند، مثلا V2 منبع مستقل مش دوم هست و دقت بکنید که ممکنه که V1 و V2 مجموعی از منابع مستقل باشن که در یک مش وجود دارد. خب حال این المان ها چجوری به نصب می آیند؟ المان های قطری برابر هستند با مجموع مقاومت های مش K. این در واقع فرمول برای زمانی هست که مدار مقاومتی هست، اما به جای مقاومت در اینجا میتونیم از امپدانس هم استفاده بکنیم، یعنی کلیت مسئله هیچ تغییری نمی کند. المان های قطر اصلی برابر با مجموع امپدانس های موجود در مش کیوم هست و همینطور آر کی جی
که برابر با آر جی کی هست، یعنی این ماتریس هم متقارن هست، برابر هست با منفی مجموع امپدانس های مشترک یا مقاومت های مشترک در بین مش های کی و جی هست. و همونطور که گفته شد آی کی مجهولات هست که جریان مش کیوم رو مشخص میکنه و همینطور وی کی هم برابر هست با منابع مستقل مش کیوم که باید علامت جبری رو برای اون لحاظ بکنیم. منابعی که جریان مش از پولاریتی منفی اون وارد میشه و از پولاریتی مثبت خارج میشه رو با علامت مثبت و در غیر این صورت با علامت منفی در نظر میگیریم. مثلا اگر یک منبع به این صورت داشتیم که در مش کیوم وجود داشت و جریان مش کیوم به این صورت بود، حالا این آی کی از منفی وارد میشه و از مثبت خارج میشه، پس این منبع رو به صورت مثبت در معادلات می‌نویسیم. اما اگر آی کی از پولاریتی مثبت وارد شد و از منفی خارج شد، باید اون رو به صورت علامت منفی بنویسیم. بنابراین به این ترتیب ما میتونیم معادلات مش رو به صورت سریع بنویسیم. خب برگردیم به مدار قبلی. در اینجا بررسی کردیم که دو تا مش داریم، این مش یک هست و این هم مش دو هست. خب پس دو تا مش داریم، پس معادلات دو در دو هست. مجهولات جریان مش ها هست که جریان مش اول آی او هست و جریان مش دوم هم آی دو. خب در مش یک منبع وی اس وجود دارد که جریان اون که آی او هست از منفی وارد میشه و از مثبت خارج میشه، بنابراین علامت اون مثبت هست. در مش دو هیچ منبع مستقل وجود ندارد، پس برای اون صفر مینویسیم. خب حال در مش یک مجموع امپدانس ها رو محاسبه می کنیم. امپدانس یک رو داریم S و 5 که مجموعشون میشه S به علاوه 5. بین دوتا مش S به علاوه 4 مشترک است. پس قرینه اون رو مینویسیم. منهای S به علاوه 4 منهای S به علاوه 4. و در مش دوم امپدانس یک تقسیم بر 2 S 2 4 و S رو داریم که مجموعشون میشه S به علاوه 6 به علاوه 1 تقسیم بر 2 S. خب این معادلات رو دقیقا ما به روش KVL مستقیم قبلا به دست آوردیم و در اینجا به روش سریع اون رو محاسبه کردیم. خب قبل از اینکه به مثال بعدی برسیم، لازمه که این نکته رو بیان بکنم که ما در اینجا فقط منابع مستقل رو داریم، اما در مدار ممکنه که منبع جریان وجود داشته باشه. مثلا یک منبع جریان I وجود داشته باشه که به موازات امپدانس Z هست. در این صورت با تکنیک گفته شده اون رو تبدیل به منبع ولتاژ می‌کنیم. امپدانس همون زد هست، اما ولتاژ برابر میشه با امپدانس ضرب در جریان. خب بیایم به یک تمرین دیگه بپردازیم. در اینجا میخواهیم معادلات مش سری رو بنویسیم. مش ها رو تعیین میکنیم. این یک مش هست، این یک مش و این هم یک مش. یک، دو، سه. بعد نکته دیگه اینه که جریان مش ها در واقع جریان شاخه‌ای هست که فقط در اون مش وجود دارد. مثلا در مش یک فقط این منبع 80 ولت و 20 اوم هست که در این مش وجود دارد و در مش های دیگه وجود ندارد. مثلا به 30 اوم نگاه بکنی بین مش 1 و 2 مشترک است، و یا به مقاومت 20 اوم نگاه بکنی بین مش های 1 و 3 مشترک است. بنابراین جریان مش در واقع برابر با جریان المانی هست که فقط در اون مش وجود دارد، که اغلب به صورت ساعتگرد همون رو در نظر میگیریم. پس این جریان مش اول هست، این جریان مش دوم هست که جریان این مقاومت هست، و این هم جریان مش سوم هست. حال میتونیم معادلات رو بنویسیم. I1، I2، I3. باید به این نکته هم دقت کرد که باید همه جریان ها به صورت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد در نظر گرفته بشود، که اغلب ساعتگرد لحاظ می کنند. خب در مش یک منبع 80 ولت وجود دارد که جریان I1 از منفی وارد و از مثبت خارج میشه، پس اینجا باید بنویسیم مثبت 80. در مش دوم منبعی نداریم و در مش سوم هم باز هم منبع 80 ولت رو داریم که جریان از منفی وارد میشه و از مثبت خارج میشود، پس باز هم مثبت 80 باید بنویسیم. خب المان 1 1 مجموع امپدانس های مش 1 هست که برابر هست با 20 علاوه 30 علاوه 20، 20 علاوه 30 علاوه 20. بین مش یک و دو این سی او مشترک است که قرینه اون میشه منهای سی. بین یک و سه هم 20 او مشترک است، پس این المان میشه منهای 20. خب چون ماتریس متقارن است اینجا هم میشه منهای سی و اینجا هم میشه منهای 20. خب المان دو دو مجموع امپدانس های مش دو هست که در مش دو سی او، سی او و سی او وجود دارد، یعنی سه ضرب در سی. بین
میشه دوم و سوم، این سی او مشترک است، پس اینجا میشه منهای سی، اینجا هم میشه منهای سی، و در میشه سوم هم امپدانس 20 20 و سی وجود دارد، یعنی 20 علاوه 20 علاوه سی. بنابراین خیلی سریع معادلات مش رو نوشتیم، با استفاده از دستور کرامر یا هر روش دیگه آی 1 آی 2 و آی 3 رو به دست میاریم و مثلا ممکنه که وی ای بی رو بخواهیم که واضحه که وی ای بی برابر هست با سی ضرب در آی او، که آی او همون آی 2 هم هست، بنابراین ولتاژ ای بی برابر میشه با سی ضرب در آی 2. حالا به تمرین دوم میپردازیم. در این مدار میخواهیم باز هم یک مدل سازی ریاضی رو از ورودی وی اس به خروجی وی او به دست بیاوریم. در اینجا